سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه ویدیو در مورد تمام ایسترک های بازی Resident Evil 8 آماده کردم. این چند وقته توی جامعه گیمینگ فقط بحث Resident Evil و کسی که واقعا گیمر باشه یا داره Resident Evil بازی میکنه و یا اینکه داره در موردش ویدیو میبینه. من به شخصه ایسترک هانتر نیستم، اما خیلی از ایسترک های Resident Evil 8 رو توی دومین دسته که داشتم بازی میکردم متوجه شدم، اما احتمالش زیاده خیلی ها دقت نکرده باشن. به همین دلیل من شما رو با تمام اونا آشنا میکنم. همون اول که بازی رو شروع میکنید و داخل خونه ایتن رو میگردید، یه چیز هست که احتمالاً خیلی باید توجهتون رو جلب کنه. اونم بطری های شرابیه که توی خونه به وفور دیده میشه. شاید در نگاه اول این بطری ها خیلی ساده و معمولی به نظر برسن، اما اینکه تعدادشون این همه زیاده ممکنه کمی شک برانگیز باشه. به همین دلیل خیلی‌ها بودن که رفتن ببینن روی بطری‌ها چی نوشته. دیدن که اسم برند بطری نوشته شده، یعنی Regina Rose، که در زبان رومانیایی یعنی Red Queen یا ملکه قرمز. وقتی که شما به قلعه لیدی دی برید، باز هم میتونید این بطری‌ها رو اونجا ببینید در تعداد خیلی زیاد. با بررسی کردن یه سری از مدارک داخل بازی که میتونید اونا رو بخونید، متوجه میشید که این شراب در واقع توی همین قلعه و توسط لیدی دی و دختراش تهیه میشه. اما چه چیز عجیبی در مورد این شراب وجود داره؟ ملکه قرمز یکم شک برانگیزه. وقتی که شما به این اتاقه زیرزمینی برید، متوجه میشید که شراب مخصوص لیدی دی در واقع یک سری مواد مخصوص داشته. خون. اونا دختره مختلف رو به بهونه کار کردن توی قلعه استخدام میکردن و بعد یکی یکی میکشتنشون و هم از خونشون تغذیه میکردن و هم این شراب رو درست میکردن. اجازه بدید بازم توی خونه بمونیم. وقتی که شما میخواید روزو بلند کنید و اونو به تخت خواب ببرید، میتونید به یخچال نگاه کنید که روش یه استیکر زده شده. میا وعده های غذایی روزو به ایتن یادآوری کرده: برنج، موز له شده، سیب زمینی شیرین له شده، اسفناج پخته شده و از همه مهمتر خط آخریه که روش نوشته به روز شکر و عسل و به هیچ عنوان قارچ نده. اما فکر میکنید تاکید بیش از اندازه روی قارچ چیه؟ دلیلش برمیگرده به بازی Resident Evil 7، چرا که اونجا میفهمیدیم اون عفونتی که باعث شده بود اعضای خانواده بیکر به اون هیولاها تبدیل بشن در واقع از نوع قارچ به وجود اومده بوده. توی طبقه بالا نرسیده به اتاق روز، شما میتونید یک بابل هد یا عروسک عجیب رو ببینید. اگر Resident Evil 7 بازی کرده باشید و کمی دقت کرده باشید، احتمالا میدونید که این عروسک در واقع همون مستر اوریور بود، یکی از کالکتبل هایی که توی بازی قبلی شما باید اونا رو جمع میکردید. اینکه ایتن چرا یکی از اونا رو آورده توی خونه خودش توی اروپا واقعا جای سواله. چیزی که دولت ها توی بازی Resident Evil خیلی توش تخصص دارن اینه که بگیرن حادثه های بایوتروریستی رو از دیدگاه عمومی مخفی بکنن. اونا همچین کاری رو کلا با شهر راکون سیتی انجام دادن. خب بیایید ببینیم که با حادثه‌ای که در شهر لوئیزیانا و با خانواده بیکر رخ داده چیکار کردن. توی این اتاق یه روزنامه وجود داره که شما اگر اونو بخونید، توش نوشته شده که خانواده بیکر به خاطر نشت گاز طبیعی جون خودشون رو از دست دادن و در ضمن به خاطر همین نشت گاز که اون خونه و کلاً مناطق نزدیک به اون تا 10 سال قابل دسترسی نیست. توی کتابخونه ایتن دو تا کتاب هست که خیلی باحاله و نظر همه رو جلب میکنه، که در واقع یه سری رفرنس به کاراکترهای قدیمی بازی Resident Evil هستن. اولین کتاب یه راهنما در مورد تفنگ و کلاً مهماته که توسط جوزف کندو نوشته شده. اگر شما بازی Resident Evil 2 اوریجینال و یا ریمیک رو انجام داده باشید، احتمالاً باید رابرت کندو رو بشناسید، یعنی همون فروشنده تفنگی که داخل شهر راکون سیتی گیر افتاده. اما این برادر جوزف کندو. رابرت توی کار اسلحه سازی واقعا خبره است و تمام تفنگ‌های مخصوص گروه استارز رو اون درست کرده. برادرش جوزف هم دقیقاً یه همچین شخصیتیه. اونم تفنگ‌های خیلی بی‌نظیری درست می‌کنه. از جمله نمونه کاراش میتونیم به تفنگ لیان در بازی Resident Evil 4 اشاره کنیم، که اگر روشو بخونید نوشته شده توسط جوزف کندو ساخته شده. قطعاً بهترین بخش بازی Resident Evil 8 مربوط به قلعه لیدی دی میشه، که اگر یکم بهش دقت کرده باشید میبینید که چقدر شباهت به بازی Resident Evil 1 داره، یعنی عمارت آزوالد اسپنسر. دلیل این شباهت توی بازی Resident Evil 8 توضیح داده شده. باز هم توی کتابخونه ایتن شما میتونید این بار یه کتاب در مورد تاریخچه معماری اروپای شرقی پیدا بکنید، یعنی همون جایی که بازی داره توش رخ میده، جاهایی مثل رومانی. این کتاب توسط جورج تریور نوشته شده. حالا فکر میکنید جورج تریور کیه؟ اون یه معمار خیلی معروفه که عمارت آزوالد اسپنسر رو ساخته، کسی که اومده بود توش اون همه تله های عجیب و معماهای سخت درست کرده بود که متاسفانه شانس نداشت، چرا که
آزولد اسپنسر زن و بچه ترور رو میدزده و بعد روشون آزمایش انجام میده. اگر رزیدنت ایویل یک ریمیک رو انجام داده باشید احتمالاً باید از لیزا یادتون باشه، یعنی این هیولا که در واقع دختر جورج تروره. راستی تا یادم نرفته اینو هم بهتون بگم، خونه بیکرها توی بازی رزیدنت ایویل 7 هم توسط جورج تروره ساخته شده. قطعا یکی از باحال‌ترین کاراکترهایی که داخل بازی رزیدنت ایویل 8 حضور داره دوکه، یعنی این تاجر که شما میتونید پیشش خرید و فروش بکنید. احتمالا باید بدونید که اولین تاجر در فرانچایز رزیدنت ایویل به نسخه 4 برمیگرده که انصافا اونم کاراکتر خیلی باحالی بود. دوک اینجا یه ایسترگ باحال در مورد اون کاراکتر داخل بازی رزیدنت ایویل 4 داره. اگر شما از دوک بخواید خرید کنید امکانش هست که اون هر از گاهی این دیالوگو بگه. خب این دیالوگ در واقع داره به بازی رزیدنت ایویل 4 اشاره میکنه. وقتی که شما به قسمت سیاهچال قلعه لیدیدی برسید با یک سری زامبی خانم مبارزه میکنید که یکی از اونا بعد از کشته شدن یک آیتم جالب دراپ میکنه، گردنبند اینگرید. حالا اینگرید کیه؟ داستان خیلی جالبی داره. در ادامه شما به مدارک دست پیدا میکنید که توش نشون میده اینگرید همراه 3 خانم دیگه به عنوان نمونه آزمایشگاهی پیش مادر میراندا رفتن تا روشون آزمایش انجام بده. متاسفانه اینگرید از جمله کسایی بود که به آزمایش نمیتونه واکنش مثبت نشون بده و به همین دلیل تبدیل میشه به این هیولا. اما ما یکی از اقوام اینگرید رو داخل بازی میتونیم ببینیم. همون اول بازی رزیدنت ایویل 8 شما با این پیرمرد آشنا میشید. اگر به اون دقت کنید میبینید که یک گردنبند دقیقا شبیه گردنبند اینگرید داره. از اون گذشته خونه اون با کلی اثر صنایع دستی پر شده که همشون از استخونهای حیوانات درست شدن، دقیقا مثل گردنبند اینگرید. این نشون میده این آقا به احتمال خیلی زیاد پدر اینگریده. یکی دیگه از بخشای باحال بازی رزیدنت ایویل 8 مربوط به جایی میشه که شما با یکی دیگه از لردهای اون روستا، یعنی دونا بنوینتو، مبارزه میکنید. کسی که میاد از عروسک و توهم استفاده میکنه تا شما رو بکشه. چیزی که باید بدونید اینه، کپکام قبلا اومده بود از این ایده استفاده کرده بود. خیلی سالهای پیش وقتی که اونا در کنفرانس ایتری سال 2003 اومدن یک دمو از بازی رزیدنت ایویل 4 عرضه کردن، دموی که هیچ وقت به گیم پلی داخل بازی تبدیل نشد. اونجا ما میبینیم که لیان به یک جور اتاق رفته و بعد به دلیل توهم با یک سری عروسک داره مبارزه میکنه. انصافاً این که شما به خاطر توهم بیایید با عروسک ها مبارزه کنید ایده خیلی باحالیه، ایده ای که بالاخره کپکام توی بازی رزیدنت ایویل 8 ازش استفاده کرد. اما بازم بریم سراغ رفرنس هایی که به رزیدنت ایویل 7 اشاره میکنن. شما تقریبا در اواخر بازی باز هم میتونید یکی دیگه از آیتم های رزیدنت ایویل 7 رو پیدا کنید، یعنی این سکه های آنتیک، سکه هایی که توی رزیدنت ایویل 7 باید اونا رو جمع میکردید و بعد با استفاده از اونا هلس و دمیج خودتون رو به صورت دائم آپگرید میکردید. اینجا میتونید یکی از اون سکه های آنتیک رو پیدا کنید که خب فقط یک رفرنس به بازی قبلی نیست، در واقع میتونه به شما این قضیه رو بگه که میا هنوز زنده است، چرا که فقط اون و ایتم بودن که به این سکه دسترسی داشتن. وقتی شما این سکه رو اینجا پیدا میکنید نشون میده که میا میتونه همون حوالی باشه، که خب طی مرحله که شما با کریس انجام میدید مشخص میشه که واقعا این قضیه درسته، چرا که میتونید میا رو در همون نزدیکی پیدا کنید. اما حالا ایسترگ مورد علاقه من توی بازی رزیدنت ایویل 8 جایی که شما دارید با هایزنبرگ مبارزه میکنید. اونجا در اواخر مبارزه وقتی که کارخونه توسط کریس ردفیلد منفجر میشه هایزنبرگ میاد یک دیالوگ خیلی باحال میگه، میگه مرتیکه عوضی صخره مشت زن. حالا فکر میکنید صخره مشت زن به چی اشاره میکنه؟ به بازی رزیدنت ایویل 5 جایی که کریس در کمال تعجب به این شیوه میگیره به یک صخره مشت میزنه تا راه خودش رو باز بکنه. این صحنه توی بازی رزیدنت ایویل 5 تبدیل به یک میم جهانی شد و حالا رزیدنت ایویل 8 اومده از اون به عنوان ایستر اگ استفاده کرده. اما حالا بریم سراغ یک رفرنس به بازی رزیدنت ایویل 1 ریمیک، جایی که شما وقتی که ام نایتین رو به دست آورید و دارید اونو آپگرید میکنید میتونید این زنبور طلایی رو روی یکی از آپگرید های اون ببینید. حالا این زنبور طلایی فکر میکنید چیه؟ در واقع اون به یکی از آیتم های پازل رزیدنت ایویل 1 ریمیک اشاره میکنه. یه نکته رو در مورد منوی بازی رزیدنت ایویل 8 متوجه شدید؟ اگر شما روز باشه و از بازی بیاید بیرون و بعد دوباره وارد بشید منو روز نشون میده، اما اگر شب باشه و از بازی بیاید بیرون وقتی که دوباره رفتید داخل این بار منو شبه. اما حالا بریم سراغ یه سری رفرنس به فیلم ها.
مثلا اینجا به هلیکوپتر BSAA نگاه کنید. این دقیقا همون هلیکوپتریه که توی فیلم های رزیدنت ایویل توسط کمپانی آمبرلا مورد استفاده قرار می گرفت. باس فایت استرام هم به یک فیلم اشاره میکنه. انصافا این باس قیافه خیلی باحالی داره، درسته؟ مخصوصا اون پره هایی که از سرش داره میچرخه. اما جالبه بدونید که این هیولا در واقع از روی یک فیلم الهام گرفته، از روی فیلم فرانکشتاین آرمی. حتی وقتی توی بازی شما به اون دمج وارد میکنید و منفجر میشه هم دقیقا مربوط به فیلم میشه، چرا که اونجا هم بعد از آسیب دیدن این هیولا منفجر میشه. یه سری از جستایی هم که لیدی دی میگیره به نظر من از روی فیلم ها گرفته شده، مخصوصا اینجا. اما حالا میرم سراغ آخرین ایسترگ که به نظرم از همه مهمتره. وقتی که شما بازی رو تمام میکنید و منتظر تیتراژ پایانی میشید، بعد از اون یک فیلم پخش میشه، جایی که ما میبینیم روز دختر ایتن حالا بزرگ شده و بعد میره سر قبر پدرش. یه سری اتفاق رخ میده و بعد اون سوار ماشین میشه و به مسیر خودش ادامه میده. اما اگر به جاده نگاه کنید، یک آقای رو از دور میتونید ببینید. یه سری از گیمرها تونستن با استفاده از دوربین آزاد به قسمتی که اون آقا داره راه میره برن و متوجه بشن که این بابا در واقع ایتنه. این یعنی امکانش هست که ایتن هنوز زنده باشه؟ واقعا نظری ندارم. باید صبر کنیم تا ببینیم کپکام در این مورد چی میگه. خب بچه‌ها، این هم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. احتمالش هست که خیلی از شما متوجه برخی از این ایسترک ها شده باشه. اما با این حال اگر من چیز رو فراموش کردم و شما میدونید، حتما توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. اما بچه‌ها اجازه بدید بازم بریم سراغ کانال دکتر محمد و بهتون بگم این اصلا تبلیغ نیست به هیچ عنوان. نه، کانال دکتر محمد واقعا با کیفیته و من دوست دارم دیده بشه، دوست دارم ازش حمایت بکنید، چرا که همچین چیزی اصلا توی یوتیوب فارسی وجود نداره. ایشون میگیره با ساده ترین چیزای ممکن مثل کاغذ، چوب بستنی و مقداری چسب کار دستی های خیلی خفنی درست میکنه. مثلا میگیره چکش سور رو براتون میسازه یا توی ویدیو آخرش گرفته لوگوی اکس آرمی از چنل آریا کوکسر رو درست کرده. انصافا کارش با کیفیته و به نظرم باید دیده بشه. پس لطفا از لینک زیر ویدیو به کانال دکتر محمد سر بزنید و با سابسکرایب کردن و لایک کردن ویدیوهاش ازش حمایت بکنید. در هر حال اگر با ویدیو امروز منم حال کردید، لایک و ساب فراموش نشه. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.